خیلی خوب خوش اومدین. خدمت شما سلام عرض می کنم. خیلی خوشحالم از اینکه امروز در این برنامه حضور دارید. همینطور که می دونید این یک رویداد داستانخونی است و خیلی خوشحالم از اینکه آقای محمد طلوعی با ما است. او مدیر مجله ناداستان است و همچنین او این ابتکار عمل این فعالیت رو در واقع هماهنگ کرده. داستان هایی که مجله اینترنشنال منتشر کرده شما انتخاب و جمع‌آوری کردید. همینطور که شما میدونید این مجله اینترنشنال در شماره آخر چند تا از داستان‌های نویسندگان ایرانی معاصر منتشر کرده و این ابتکار خیلی خیلی موفق بود. باید همچنین از همه نویسندگان و بازیگران که اینجا امروز با ما هستند سپاسگزارم برای حضورتون در این فرمایید در این برنامه و همچنین از مجله اینترنشنال که میدونم مسئول آن فرانچسکا نیتی با ما در ارتباط به صورت مجازی است و همچنین از یارا رومانو و هم که مدیر اداره فرهنگی سفارت است. و من وقتی از این ابتکار مجله اینترنشنال شنیدم خیلی کنجکاو بودم و این داستان ها در واقع خوندم و خیلی دوست داشتم و با یارا فکر کردیم که چگونه میتونستیم ارزش به اونها بدهیم و یک فعالیت در مورد برای صحبت کردن در مورد اونها برگزار کنیم و به این دلیل امروز با شما هستیم. و باید اول از همه بگویم که این ابتکار اما خیلی مهم است. در واقع مجله اینترنشنال با انتشار این داستان‌ها امکان خیلی مهم به خوانندگان ایتالیایی داده که بیشتر در مورد ادبیات معاصر ایرانی بدونند. و این داستان‌ها که در این مجله منتشر شدن در واقع از هم متفاوت هستند، بله، ولی نکته اشتراک آنها به نظر من زندگی روزمره طبقه متوسط جامعه ایرانی معاصر است که خیلی مهم است و خیلی مهم است برای اینکه ایران یکی از کشورهایی است که بیشتر فاصله دارد بین تصویر بین المللی اون و واقعیت زندگی در کشور است و به این دلیل فکر می کنم که ابتکار مجله اینترنشنال به این دلیل مهم است برای اینکه کمک می کنه که تصویر حقیقی تر واقعی تر در مورد ایران به خوانندگان ایتالیایی ارائه بدهد. Voglio anche ringraziare, dicevo due parole in italiano per ringraziare la rivista internazionale che ha avuto questa bellissima iniziativa di pubblicare alcuni racconti di scrittori iraniani contemporanei che oggi leggeremo grazie al contributo degli scrittori e degli attori anche che leggeranno alcuni estratti di questi racconti. E dicevo che è un'iniziativa estremamente importante proprio perché contribuisce a gettare luce su questa parte molto vitale della cultura iraniana che è la letteratura
contemporanea e contribuisce anche a proiettare un'immagine più veritiera della società italiana iraniana contemporanea. Quindi grazie davvero alla rivista internazionale che ha avuto questa bellissima idea che spero continuerà a produrre ancora risultati, a far partorire ancora idee simili. Va as dobore as hame shomo se pas gozaram baraye huzuretun va in orezu daram ke az shenidan in doston ha dar voke lezat bebarid. Merci.